اگر شما معمولا تایملاین هاتون رو به فرمت های مختلف خروجی میگیرید، به طور مثال یه دونه از این میخواین DVD خروجی بگیرید، میخواید یه دونه ازش برای یه وبسایت خروجی بگیرید و یه دونه هم مثلا حالا بیا فرمت دیگه یا اندازه دیگه، همونطور که توی قسمت قبلی توی فاینال کات قسمت اول دیدیم، میتونید از طریق فایل اکسپورت و یوزینگ کامپرسور اینجا این کار رو انجام بدید. کامپرسور در واقع یه برنامه اکسترنال، یه برنامه دیگه است از پکیج فاینال کات که فقط برای کار انکودینگ و تبدیل کردن فایله. شما از اینجا از توی ویندوز سیتینگ میتونید یه دونه از این سیتینگ کار انتخاب بکنید. حالا من خیلی وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، به طور مثال من میخوام این پروژه رو تبدیل به DVD بکنم و DVD بست کوالیتی 90 دقیقه ای که کیفیتش خیلی خوبه، یعنی در واقع کیفیت تبدیلش خیلی خوبه، و فرضاً این MPEG رو میخوام درگ بکنم اینجا. حالا اگر من سابمیت رو بزنم، این اتفاق شروع میشه و تبدیل، در واقع کامپیوتر میخواد این تایملاین فاینال کات شما رو تبدیل بکنه به اون فرمتی که انتخاب کردید. این چیزی که اینجا شما میبینید اکتیویتی مانیتور منه که من بازش کردم، یه یوتیلیتی توی بخش یوتیلیتیز برای دیدن میزان مصرف سی پی یو. اگر من الان این کار رو سابمیت بکنم، شما میبینید که شروع میکنه به انجام یک سری کارها و همونطور که شما میبینید مصرف سی پی یو من خیلی بالا میره و حالا الی آخر. اگر شما دستگاهتون دستگاه خیلی جدیدیه و 4 تا سی پی یو یا بیشتر داره، 8 کور، کواد کور، دستگاه اینتل یکی با 4 یا 8 سی پی یو معمولا همراه هستن و خب توان پروسسی خیلی زیادی دارن، این دستگاهی که من الان باش کار میکنم 2 تا سی پی یو داره، یک اتفاق خیلی جالبی میفته و اونم اینه که شما یه مقدار خیلی زیادی از توان پروسستون رو از دست میدید. حالا درسته که اینجا ما این سی پی یو هامون فول کار نمیکنن و به ماکسیموم کارشون نرسیدن، ولی توی اون دستگاه ها که 8 تا سی پی یو هست، شما میبینید که مثلا 8 تا سی پی یو هر کدومشون 30% دارن کار میکنن. خب من برای اینکه وقتم خیلی زیاد گرفته نشه اینو کنسلش میکنم و خود کامپرسور رو هم میبندم. اما راه حل این کار چیه؟ شما توی قسمت اپل منوتون، ببخشید، البته منظورم از راه حل این کار اینه که چی کار میشه کرد که ما از حد اکثر توان سی پی یومون بتونیم استفاده بکنیم، علل خصوص توی دستگاهایی که تعداد سی پی یوشون زیاده و این پروسه تبدیل DVD خیلی کوتاه‌تر بشه و تمام سی پی یوها تمام زمان درگیر باشن. شما میبینید توی اپل منیو، میبینید توی قسمت سیستم پرفرنس و اینجا شما یه اپل کیو ماستر دارید. این اپل کیو ماستر رو میزنید و به صورت دیفالت شما یک همچین چیزی دارید، یک کویک کلاستر ویت سرویسز و حالا یه همچین تنظیماتی. اگر دستگاه شما دستگاه تکه و به صورت تکی داره کار میکنه و رندر میکنه و عضو یک گروه دستگاه های رندری نیست، بهتره که این عنوان رو روی سرویسز اونلی بذارید. همونطور که شما اینجا میبینید عنوان کامپرسور اینجا وجود داره، روش میتونید دابل کلیک بکنید و همونجور که اینجا میبینید نوشته number of instances، به جای 2-1 شما میتونید 2 رو انتخاب بکنید. من همین الانم اگر اون پروژه رو یه بار دیگه رندر بکنم، استفاده از این سی پی یو ها تقریبا ماکسیمم میشه، به دلیل اینکه قبلا من بهش میگفتم از یه سی پی یو استفاده کن، حالا بهش میگم از 2 تا سی پی یو استفاده بکن. یه نکته وجود داره که در واقع اینها سی پی یو نیستن، یه جورهای ترد هستن و شما نمیشه تقریبا گفت که دقیقاً، حالا چون من 2 تا سی پی یو دارم اینجا 2 زده. روی دستگاه های کواد کور ممکنه این عدد رو شما 8 یا 16 ببینید، توی دستگاه های 8 کور هم همینطور. ترجیحاً بهتر اون رو، یعنی این عدد رو روی مثلا 8 یا 7 بذارید. روی دست بعضی از دستگاه ها 8 تا مثلا 10 بهتر کار میکنه. من فکر کنم حدود 8 یا حدود 6 براتون مناسب باشه. یه پروژه کوچیک رو یه بار با 6 رندر بکنید، ببینید این میزان مصرف سی پی یوتون چقدره و یک بار هم با 8 رندر بکنید و این دوتا رو با هم مقایسه بکنید و اون بهترین نتیجه رو دوباره بیاین اینجا و قرار بدید. یه نکته خیلی خیلی مهم دیگه وجود داره و اونم اینه که وقتی شما اومدین اینجا سرویسز اونلی رو انتخاب کردین، توی کامپرسور رو بهش گفتین 2، استارت شیرینگ رو حتما باید بزنید. اتفاقی که این اپل کیو ماستر براش میفته اینه که میگه تمام توان این دستگاه رو بذار در اختیار این کامپرسوری که میخواد ازش استفاده کنه. طبیعتاً
با این تنظیم تمام سی پی یو های شما درگیر خواهند شد و کامپرسور میتونه از تمام توان دستگاه شما استفاده بکنه.